یه دونه بلاگ دیگه. خوش اومدین. صدای من چرا اینجوریه؟ چون خیلی سرما خوردم، اصلا الان تب و لرز دارم. دیشب از کلمبیا اومدم، بعد امروز دارم میرم به سمت مسافرت بعدیم. اصلا الان تب و لرزم، یه عالمه. الان تابستونه، هوا آفتابیه، دو سه تا لباس پوشیدم، تازه یه چیزی هم روش میپوشم. امیدوارم توی فرودگاه به مشکل نخورم یا توی هواپیما. بعدش اصلا نخوابیدم، هنوز جت لگ دارم، اصلا نمیتونم بخوابم. کل شب بیدار بودم، نفسم که نمیتونم بکشم به خاطر سرماخوردگی و اینا. ولی مجبورم برم چون صدا کشور اولا که حالا نیدم، دوباره که یالم خرج کردم توش، هتل گرفتم، رفت آمد پولش گرفتم و اینا، دلم نمیاد که نرم. الانم ساعت 5 اورو به فقط نشستم 5 و نیم بشه یه ذره جون بگیرم، تو تا قرص ضد چی بهش میگن التهاب حساسیت تم بخورم، تبم بخورم، سرماخوردگی هم بخورم، مولتی ویتامین هم احتمالاً بخورم. علت مریضی فکر میکنم اینه که یه هفته همش مسافرت بودم، بعد فکر میکنم کلمبیا گرم، لباس کم برده بودم در صورتی که سرد بود. موقعی که اومدم اینجا فکر میکردم اینجا باید خیلی سرد باشه، بعد در صورتی که گرم بود. من با تیشرت رفتم بیرون و باد خورد بهم، سرما خوردم، همه اینا میتونه عاملش باشه. الان دارم میرم فلایتو میگیرم، پروازو میگیرم. اصلا مهم نیست که حالا من چجوریه، باید پروازو بگیرم، نهایتش میرم کشور بعدی، میرم اونجا میگیرم، میخوابم روز اول، بعدش میرم جاهای دیدنی ها میگیرم. اصلا برام مهم نیست، فقط اینه که برسم. پروازش هم زیاد طولانی نیست، 3 ساعته. واقعا که الان ساعت میگم الان بهتر شده، انگار مثلا کامیکیشن هم میکنه، یکی میکنه، یعنی خودش خونه تنها باشه بهتر. anyway من میرم، پس روز خوبی داشته باشین. فکر کنم این بدترین تصمیم من بود، یکی از بدترین تصمیم من بود که به فاصله یه روز پرواز گرفتم. اولا میتونستم 600 یورو از لوفتانزا در بیارم به خاطر اینکه آفر دایم دادن، حواسم نبود اومدم انباری، اونو میتونستم بگیرم. بعدشم دیروز کلشو دویدم، اصلا نرسیدم نفهمیدم جت لگ چیه اینا، بعد خسته اونم از اون. بعد مثلا همچین چیزی اصلا من پیش بینی نمیکنه که ممکن مریض بشه، تب و لرز بگیره شبش اینا، اصلا خیلی در به داغون. دفعه بعد قطعا اشتباه نمیکنم که با فاصله یه روز این همه پرواز زیاد بگیرم، چون 5 روز الان دارم، 5 روز نبودم، 6 روز نبودم، بعد تقریبا 15 تا 18 روز دیگه هم نخواهم بود. حسابشو بکنید. واسه نمیدونم چمدون چی بستم تو اون تب و لرز دیشب. حالا ببینیم چه جوری میشه دیگه. خب من اومدم دوبلین، ایرلند، برای اولین بار اومدم، خیلی جای باحالیه. الان ساعت چنده؟ ساعت تقریبا 10 شبه. خیلی حالم بهتره، خیلی حالم، هنوز صدام یه ذره اذیت میکنه، گلوم هم یه ذره اذیت میکنه، ولی خیلی حالم بهتره. حتی عوض کردم به شلوار کوتاه پوشیدن، چون خیلی گرم بود هوا، خیلی هوا شرجیه، ولی خیلی شهر جالبیه، باحالیه. همین حالا پس معمولی میریم که ویدیو امروز رو شروع کنیم. یه سری مجسمه هست که نشون میده که چیزم قهدی زده و اینجور چیزم. متاسفانه آفتاب جلوی چشمه، من هم روز تعداد زیادی روزی تعداد زیادی وقت ندارم. نشونتون بدم یه سطل آشغال پیدا نمیشه، من اینو بندازم توش. الان سرما خوردم، هی فیلم میکنم و یه ساعت هم از دارم راه میرم، هی این برام یه ساعت نیست دیگه رو، ولی یه سطل آشغال پیدا نکردم که اینو بندازم توش. هوا بسیار گرم و مطبوع، ولی من همچنان سرما خوردم و احتمالا هم آلرژیم هم هستش، کاش دماغم میخوره. چند تا جا رو الان بهتون نشون میدم، ولی خیلی شهر به نظر جالبی میاد. یه سطل آشغال پیدا کردم، میشه کم بوده سطل آشغال توی دوبلین. یه ها هم مجسمه، این هم یه کشتیه که میریم نگاه میکنیم. من از اون یه تیکه رد شدم، وقتی تو اینترنت نگاه میکنم زده بود جاستین بیبر دوبلین، چرا جاستین بیبر؟ بعدم بعد نگاه کنم ببینم چرا. این هم اون کشتیه
اینجا جایی که اصلا نمیخوایی ازش بیای بیرون و قشنگ و خوشگل نرمش میخوایی بشینی نگاه کنی مثل این چیزها میمونه تو فیلم ها نگاه کنی خودتون همش ردیف های کتاب همش کتاب تا تحت طبقه بالا کتاب